خوشان کسان که به اقلیم عقل ره دارند، خوشان کسان که به اقلیم عقل ره دارند، زمام خیش به دست خرد نگه دارند. نبسپرند امامت به جاهلی سفاک، نبسپرند امامت به جاهلی سفاک، نه جنگ چادر و عمامه و کله دارد. چو زاهدان ریایی به فتنه برخیزند، ز بهرشان به سر دار جا نگه دارد. چو زاهدان ریایی به فتنه برخیزند، ز بهرشان به سر دار جا نگه دارد. مخواه صحبت شیخان که این گروه لعیم به زیر جامه ازرق دلی سیاه دارد. نشان عدل و مروت مجوی در این قوم، نشان عدل و مروت مجوی در این قوم، که دل گداخته بر آتش شره دارند، که دل گداخته بر آتش شره دارند. شره یعنی حرص و آز و زیاده طلبی. به پیش لاف قرائت زدند و زهد و صلاح، به پیش لاف قناعت زدند و زهد و صلاح، کنون فراختر از شاه بارگه دارند. مراز پرسشی از آن پلید خوناشام خمینی، مراز پرسشی از آن پلید خوناشام که ناکسانش بر اوج مهر و مه دارند. تو با تمامی این ظلم و جور و شر و فساد گناه نداری و آن کودکان گناه دارند. این جوانا رو می کشتی؟ دریغ و درد بر ایرانیان سوخت کام، دریغ و درد بر ایرانیان سوخت کام، که حاصلی سیه و کشوری تبه دارند، که حاصلی سیه و کشوری تبه دارند. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هممیهنان ارجمندی که در هر کجای ایران در پای این تلویزیون هستند و برنامه رو گوش میدند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس می آغازم. پیش از پرداختن به زبان پارسی دو خبر کوتاه داریم. همونطور که بارها گفتم، خبرهای کوتاه با یک کتاب معنا. یک منبع آگاه در مسکو گفت نیروگاه اتمی بوشهر بار دیگر به خاطر تعمیر ژنراتور و توربین آن تا روز 28 فوریه متوقف می شود و این مطلب رو به بازرسان آژانس جهانی نیز اطلاع داده ای. علی اکبر صالحی وزیر خارجه آخوندی هم گفت ایران قصد دارد تحویل گرفتن نیروهای اتمی بوشهر را برای بهره برداری کامل تا رفع تمام نقص ها به تعویق بیاندازد. شما ببینید چه خیمه شب بازی سر این نیروگاه اتمی بوشهر روس‌ها سر این آخوندهای ابله در آوردن. تا بود که در رژیم سابق کار رو داشتن پیش می‌بردن، اون زمان هم معلوم نیست که چه حق بازی روس‌ها داشتن انجام می‌دادن، ولی بعد از رفتن رژیم پیشین در رژیم کنونی مرتب این گروه احمق دستاربند رو دوشیدند. میلیون میلیون، ده میلیون ده میلیون، صد میلیون صد میلیون از اینها پول گرفتند و هی به
تعویق و تأخیر انداختن تا اینکه بعد از مدت نمیدونم 17-18 سال با سلام و صلوات گفتن نه دیگه، حالا دیگه شروع به کار میکنه. هنوز شروع به کار نکرده، بستن گفتن که یک اشکالاتی پیدا شده و اون رو باید درست کنیم. و بعد از مدت 6-7 ماه باز پولی از آخوندها گرفتن، دوباره شروع کردن و گفتن حالا دیگه آماده شده، شروع کرد به کار. حالا دوباره خبر دادن که بله، تعمیر جنراتور و توربین این نیاز به کار داره. بله، این امیر جان بلافاصله پیدا کرد این چیز نیروگاه اتمی بوشهره و دوباره بستنش. و بعدم گفتن که به آژانس جهانی نیروی اتمی هم ما خبر دادی. شما ببینید این آخوندها اصلا شرم نمی کنن، ارزه ندارن یه نیروگاه اتمی رو که میلیاردها براش خرج شده هنوز درست تحویل بگیرن و انجام بدن کارشو. اون وقت میخوان برن بمب اتم بسازن. شما ببینید از کشوری دارن نیروگاه اتمی میگیرن که خودشون در اوکراین اون آزمایشگاه اتمیشون ناگهان منفجر شد و صدها نفر یا صدها هزار نفر رو کشت و یا بیمار کرد که هنوز هم ادامه داره. حالا اینها میخوان بیان بمب اتم بسازن. فکر کنین اگر یک همچی حالی، یک همچی سانحه‌ای در اون دستگاه های اتمی یا سازمان های اتمی یا آزمایشگاه های اتمی اینا رخ بده، چه مصیبتی برای مردم بیگناهی که نزدیکی به اون منطقه هستند پیش خواهد آمد. واقعا این گروه نمیدونم، من همونطور که بارها گفتم واژه‌ای ندارم، فقط میتونم بگم پررو هستن و بی سواد و ابله و پرمدعا. آقا شما را چه به این کارا، شما بریم مهر نماز بسازید، شما بریم با پای چپتون وارد دستشویی بشین با پای راست خارج بشین، شما رو به این غلط ها چه مربوطه؟ آزمایشگاه، حالا میخواییم سانتریفوژ های جدیدی بیاریم که این چیزهای اتمیمونو با 30 درجه غلظت تهیه کنیم. حتی دست چپ و راست رو بلد نیستی؟ خبر دیگه، علی اکبر ولایتی، همینی که الان از طرف دولت آرژانتین تحت تعقیب به خاطر کشتاری که از مرکز یهودیان آرژانتین انجام داده، یکی از اون جنایتکارا همین آقای علی اکبر ولایتی که مثلا پزشک هم هستن، ایشون دیروز در مجمع جهانی بیداری اسلام، اتفاقا من عکسی ازش داشتم فراموش کردم بیارم، نمیدونم امیر جان، یک عکسی هست که از مرکز بیداری اسلام انداختن همه خوابن، اسمش مرکز بیداری اسلامه، خبرنگار عکس انداخته، همه تو حال چرتن، خوابیدن اصلا، از کشورهای مختلف هم اومدن البته. و جالبه اینا هم بیداری اسلامی میخواد چیز کنن. آقای ولایتی در اون مجمع جهانی بیداری به اصطلاح اسلامی سخنان ایراد کردن. در سخنانشون گفتن عاشورا و انتظار، انتظار منظورشون منتظر همون آقا هستن که وجود خارجی نداره، امام زمان، منتظر اون مسئله هستن و میگن که باید بیاد. حالا چی انتظار کشیدن چیه؟ میگه انتظار و عاشورا دو رکن اساسی بیداری اسلامه. آخه مردک ابله، منتظر یه موجود موهوم بودن کجاش رکن اساسی بیداری اسلامه؟ اصلا بیش از 1.5 میلیارد سنی در جهان امام زمان رو نمیشناسه، امام زمان رو نمیدونه کیه، امام زمانی قبول نداره. این مزخرفاتی که شما میگید برای اینکه جیبتون رو از سهم امام پر کنید، اونا اصلا امام رو قبول ندارن که 12 امامیش رو قبول داشته باشن. این من نمیدونم شما تا چه اندازه ابله که نیستید، ابله پرورید. خودتون اون تای دلتون اگه ذره ای فقط به اندازه یه بچه کلاس 3 ابتدایی شعور داشته باشید،
میدونید که اصلا امام زمانی نیست. امام زمان یعنی چی؟ تو چاه زندگی میکنه. بعد چاه رو از سامره برش دیدن آوردین چمکران برای که اینجا پولای مردم رو بچاپید. بعد دیگه تریاک نندازید توی اون تریاک. مردم مسخره میکنن میرن تریاک میزنن شیره میزنن هشیش میگه. نندازین امام معتاد میشه. امام معتاد اون وقت این امام معتاد میخواد بجنگه تا زیر شکم اسبش هم خون وایسه. به هر روی آقای ولایتی گفتن که در اون جبه حالا برای کیا صحبت میکرده، در جمع دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد، برای اینا داشته این دورفشانی رو میکرده که عاشورا و انتظار دو تا پایه اساسی بیداری اسلامه. خب این یه پرت و پلا رو گفته، یه مزخرف رو گفته، یه ادعا رو کرده. ادعای بعدیش جالبه. میدونید که این آقا که یه شب یه خط شعر حافظ اومد بخونه کسافتکاری کرد، یه مصرع آغازشو نیمه کاره درست تازه گفت، باقیش نتونست بگه. ده بار اون مصرع نخست رو تکرار کرد و نتونست دومی رو بگه. آه مردک تو که نمیدونی خب نگو اصلا، شروع نکن راجع به شعر حافظ. این آقا چیکار است؟ مشاور رهبر معظم انقلابه، آقای خامنه ای. اون کور ببین که اساکش یک کور دیگه ای شده. حالا ایشون با این شعور، با این حقیقتگویی که مثلا پزشکم هست، چنین گفته. گفته نقش ولایت فقیه و حضرت مقام معظم رهبری، یعنی خامنه ای دیگه، ولایت فقیه و حضرت مقام معظم رهبری تنها برای ملت ایران نیست، بلکه بعد از حضرت امام خمینی رهه، که ما بالاخره هم نمیدیم رهه چه مزخرفی هست، مثل اینکه رحمت الله علیه باشه کوچیکش کردن، ایشان یعنی بعد از امام خمینی، ایشان آقای خامنه ای مسئولیتی فراتر از رهبری ایران، انقلاب ایران و ایران رو دارن. آقای خامنه ای به این چیزای جزئی که قانع نیستن. ایشون استاد حقوق سیاسی، حقوق بین الملل، استاد فقه، استاد منطق، استاد فلسفه، استاد ادبیات، همه چی هستن. ایشون کسله براشون رهبر انقلاب باشن. ایشون مسئولیتی فراتر از رهبری انقلاب رو دارن و اون نقش رهبری در کمک به ملت‌های مبارزه، مانند فلسطین، سوریه، لبنان، غزه، یمن و و و رو ایشو باید رهبری کنه. آقا تو این کسافتی رو که زدی به اجتماع ایرانی، به اقتصاد ایرانی، به سیاست ایرانی، به آبروی ایرانی، اینا رو درست کن، پاک کن این پلیدکاریاتو، قاچ زین رو بگیر، استوانی پیش کشید. لازم نیست به این رهبری اون جاهای دیگر هم داشته باشی. اونا اصلا تو رو قبول ندارن. اصلا فلسطینی ها دو دفعه تو دهن تو زدن، گفتن آقا تو چی کاره میایی دخالت کنی؟ باز اومده رفته با پره میگه. مردم فلسطین علیه حکومتشون جنگیدن، بخش بزرگی از پایتخت رو گرفتن، چند تا فرودگاه رو گرفتن، چند تا هواپیما رو سرنگون کردن، مرکز امنیت رو منفجر کردن. آقا میگه حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر مردم سوریه است. چقدر پررویی، چقدر پررویی. به هر حال من از این خبرها اگه بخوام برای شما بیارم و تفسیر کنم، صدها در روز برام میرسه، اما وقت برنامه های دیگر هم میخوام نگه دارم. میریم به مسائل مربوط به زبان شیرین و استوار پارسی میرسیم. سرور کامیار کمالی پرسیدن که شمیم یعنی چه؟ گویا ایشون یه فیلم هاییست که تازه از ترکیه آوردن دوبله کردن به نام شمیم عشق رو دیدن. شمیم یعنی چی؟ شمیم از ریشه شم میاد به معنی بو. بو
شمیم یعنی بوی خوش، در زبان تازی به بینی میگن مشام، بنابراین شمیم به معنای بوی خوشه. ابن یمین میگه بید را چون بپرورند از عود، بید را چون بپرورند از عود، بر نیاید شمیم عود از بید. بیایید شما بیاین بید رو از اولش با بوی عود و با خود عود و با همه چی بپرورید، این درخت بزرگ شه، بزرگ بزرگ شه، همش با عود خوراک بخوره. بوی عود رو دیگه اون شمیم، شمیم یعنی بوی خوش، بوی خوش اون عود رو اون بید نمیده. دوشیزه نیوشا امینی پرسیدند که معنای ایرانا، آریا اسب، خشایار یعنی چه؟ ایرانا، من براتون یک توضیح بدم، پسفند الف در زبان پهلوی ساسانی پسفند وابستگی بوده، بعد در زبان پارسی دری پسفند الف تبدیل شده به یه و باز همون در برآورد معنای وابستگی. بنابراین ایرانا یعنی ایرانی، همونطور که میگن کاخ آپادانا، آپادانا یعنی آبادانی. توجه کردی اون آی آخر تبدیل به یه میشه، بنابراین ایرانا یعنی ایرانی. اما آریا اسب، چندین بار من برای شما هم میهنان ارجمند گفتم که ایرانی ها به سه جانور، به سه جاندار دلبستگی فراوان داشتن و اینها رو میپروراندن: گاو، اسب و سگ. اینا رو دوستان انسان میدونستن. تهمورس یعنی سگ نیرومند، لقب پادشاهشون بوده، سگ نیرومند، هیچم ناراحت نبوده. مثل که الان اسم یکی رو بذارید شیر نیرومند، خب بعدش نمیاد. بعد در مورد گاوم باز توضیح دادم که بسیار نامها از گاو گرفته شده، منتها چون اسلام آمد و بعد گاو رو قربانی میکردن و نمیدونم مانند اینها، ضمناً گاو در کشاورزی به کار میرفته، گاواهن و اینها رو با نیروی گاو برکت در بیاوردن. اینیست که بسیاری از نامهای ایرانی از ریشه واژه گاو گرفته شده. گاو، همون گوی که شما در جنگ ها میگید فلان کس مثل گاو بود، در شاهنامه هم میخونید گاو یعنی گاو، یعنی از بس نیرومند بود گاو بود، گاو بود. کاوه همون گاوه بوده، کیکاووس، کیگاووس بوده، یعنی گاوه بزرگ، لقب پادشاه بوده ولی بعدش بد نبوده. و از اینا داریم، گودرز داریم و چند نامهای دیگه هم داریم که از همین گوسفند، همون گاو، گاو سپند بوده، چون گاو رو هم گاو میگفتن، گاو سپند یعنی گاو مقدس، چون برای رنگینه بودن که اون در کیش یهود، در قبل از یهود اسم ابراهیم میخواسته بچه هاشو قربانی کنه و فرشته ای گوسفند میفرسته میگه اینو قربانی کن، و گاو سپند یعنی گاو مقدس که فرستاده شد. حالا اینا همه قصه و افسانه. برمیگردیم به این که به اسب، 42 نام من پیدا کردم که به اسب، به نام اشخاصه و از اسب ریشه گرفته. یکی تهم اسب، تهم اسب، تهم اسب، منتها چون سر هم نوشته میشه تهم اسب خونده میشه، با ته دو نقطه هم هست، بنابراین تهم اسب یعنی اسب نیرومند، تهم یعنی نیرومند، تهم تن یعنی کسی که تن نیرومند داره، تهمینه یعنی وابسته به مرد نیرومند. ارجاسب یا ارج اسب هست، یعنی دارنده اسب ارجمند. جاماسب، دارنده اسب درخشان، چون جام در زبان پارسی به معنی درخشانه، جمشید یعنی جام درخشنده، درخشنده درخشنده. حالا آریا اسب، آریا رو ایرانیش بکنید، اسبش که آریاسب
که آریو اسب میگن یعنی دارنده اسب ایرانی. اینم پاسخ واژه دومتون. و اما خشایار، در مورد خشایار نامهای گوناگونی رو معنی کردن برای واژه خشایار و علتش هم این بوده که امپراتوری ایران در زمان کوروش و داریوش و خشایارشاه گسترده بوده و زبانهای گوناگونی مثل آکدی، مثل سوریانی و و و دیگر فارسی، همه اینها سغدی به کار می رفته. در هر کدوم از اینا یه نوع معنی براش گفتم، ولی مجموعاً خشیه، خشیه یعنی شاه استوار، عرش یعنی دلیر و جوانمرد، و خشیه عرش یعنی که همون خشایارشاه شده بعداً، یعنی شاه دلیر و جوانمرد. در زبان ایلامی هم خشیارشاه میگن، خشیارشاه. این خشایارشاهی که الان ما می‌رسیم تش هه نداره، این به معنی داخل همون خشایاره، خشایار شاه نیست. بله. دوشیزه نیوشا سپس پرسیدن آیا نامهای اوستا شیر و شیراز نام پسر است یا نام دختر؟ من در دانشکده روزنامه‌نگاری که بودم یکی از هم کلاسانم دختر خانمی بود به نام شیراز کریمی، دختر استاد دانشگاه بهمن کریمی بودن، بنابراین اسم شیراز بود. علتش همی بود که این ایشون در شیراز زاده شدن، پدرش هم همون نامو گذاشت روی چیز، کما اینکه آقای دکتر میرسپو پسرش، دکتر میرسپو آمریکایی بود، مستشار اقتصادی ایران بود، اومده بود اینجا در شهر تجریش در شمیران، پسرش به دنیا آمد، فرزندش رو امریکایی بود، فرزندش رو نامش گوش تجریش، و الله بود الان که در گذشته، برای که خیلی سال پیش بوده این چیز. منظور به این به محل چیز میشن، وابسته میشن. بنابراین اوستا و شیراز میشه هم نام پسر باشه هم نام دختر، بسته به نیست که کجا به دنیا اومده و چی میگن. اما این رو برای شما بگم که معمولا نامهای پارسی هم میتوانیم به پسر بگیم و هم به دختر، مثل عربی نیست، اینجا آزادی کامل هست و همه چی میشه گفت. همینطور شیراز، پیمان، کیانوش، اینها، فرنوش، اینا هم نام پسر من شنیدم هم نام دختر، مگر اینکه نام وابسته و معروف به یک جنس پسر یا با دختر یا زن و مرد باشه، یعنی از آغاز نام یک مرد بوده و دیگه شما نمیتونید مثلا الان به یه خانومی بگید رستم، چون رستم دیگه معروفی است به اینکه نام یک مرد نیرومندی بوده. سهراب، داریوش، کوروش، اینها رو شما نمیتونید برای همزن و هم مرد به کار ببرید. یا گردآفرید، پروین، منیژه، فرانک، سوسن، فریبا، نیلوفر، اینا همه نام زنانه، شما نمیتونید به یه مرد بگید نیلوفر، خب مسخرش میکنن. اما بقیه نام ها رو میتونید برای هم زن و هم مرد بگید و خیلی هم زیاده، هیچ اشکالی نداره، به شرط اینکه قبلا معروف به یه زن یا مرد نشده باشه. من از دوست ارجمندم آقای امیر درخشان خواهش میکنم آگهی اگه هست بدن، برمیگردیم، من یکی دو سه تا پرسش دیگر باید پاسخ بدم، بعد تلفن ها رو برای زمان بر جای مانده باز خواهیم کرد. بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند، که مکدر شود آیینه مهرآیینم. شیدای شوریده شیراز در کارگاه کیشی کهن، حافظ و کیش مهر به قلم دکتر ناصر انقطاع. نگاهی نو، کنکاشی نو و سخنی نو درباره باورهای حافظ
سراگنده خیال‌انگیزترین و ژرف‌ترین معناها و تعبیرها، حافظ و کیش مهر، از انتشارات شرکت کتاب در وست‌وود لس‌آنجلس در محله پرشین اسکوئر و بر روی اینترنت kitab.com. یک ملت را دو ستون استوار می تواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. تاریخ، تاریخ زندگی مردم یک سرزمین و قهرمانان ملی آنهاست، نه تاریخ زندگی شاهان و جنگاورانی که با کشتار و سنگدلی بر مردم چیره شدند. یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران، نوشته جامع و تحقیقی درباره زندگی این قهرمان مانا و نامیرای ایران، به قلم دکتر ناصر انقطاع، از انتشارات شرکت کتاب. یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران، از انتشارات شرکت کتاب در وست‌وود لس‌آنجلس در محله پرشین اسکوئر و بر روی اینترنت kitab.com. خب بینندگان عزیزمند، یکی از هم‌میهنان در فیسبوک پرسشی کرده بود راجع به یک لغت، چون نامش رو فراموش کردم و الان یادم نیست که ایشون کی بودن، نمیخوام بدون نامش پاسخ بدم. اگر تا پایان برنامه نام ایشون به خاطرم آمد که پاسخشون میدم، اگر نمیگذارم برای هفته آینده. سرور پیمان داوودی پرسیدند که ما چه جور کتابی رو میتونیم پیدا کنیم که ریشه های لغت رو بنویسه نه معنای لغت رو، و بعد نوشتن که این لغتنامه های، فرهنگنامه های، کتاب های لغت، اینا اومدن فقط معنا میکنن. مثلا میگن میخ عبارت هست از یک فلزی که سرش پهنه، نوکش تیزه، میذارن با چکش میذارن. خب میگه من میخوام ببینم این ریشه این لغت، حالا نه میخ، چون میخ واژه بسیط و ساده است، این چیه، از کجا من میتونم یه همچین کتابایی رو پیدا کنم؟ پاسخش این است که سرور داوودی، درست میگید، فرهنگای پارسی و واژه‌نامه‌های پارسی و کتاب‌های لغت پارسی
واژه ها رو برای شما ریشه یابی نمی کنن. تنها به نوشتن معنای آنها بسنده می کنن. همین. و بیشتر از اون نباید بکنن، برای اینکه فرهنگ نامه است و لغت نامه. اما اگر شما بخواید ریشه یابی لغت رو پیدا کنید، اون رو به یه دانشی مربوط میشه به نام فیلولوژی. فیلولوژی. و من کتابی رو ندیدم که بیاد ریشه یابی لغت کنه برای شما. من ندیدم. البته من سه جلد کتاب نوشتم که برخی از لغات، یعنی حدود 500 لغت رو ریشه یابی کردم. نام شهرهای ایران، نام کشور ایران، بعد ریشه یابی مثلا چک رو ریشه یابی کردم که اصلا واژه چک فارسیه. فارسیه از پیش از اینکه بانک تأسیس بشه، به معنی حواله و اعتبار. و بعد نمونه آوردم که در فلان کتاب در 700 سال پیش چک اومده، در 200 سال پیش در فلان کتاب واژه چک اومده. به این جوری بله 400-500 واژه رو من این کارو کردم. ولی به طور کلی دانش فیلولوژی که عرب ها این فیلولوژی رو، واژه فیلولوژی رو بردن به زبان خودشون، کردن فقه اللغه. فیلولوژی رو کردن فقه اللغه. فقه که مال دینه، به لغت چه مربوطه؟ به هر حال این نداریم چیزی. اما فیلولوژی دانشی است بسیار بسیار پیچیده، در این حال بسیار شیرین. بسیار پیچیده و بسیار شیرین. هنگامی که آدم میره در ژرفای واژه ها فرو میره، دروازه یک جهان دیدنی و لذت بردنی رو در برابر خودش گشوده میبینه و دنبال اون کار میره. بنابراین این رو باید طرف عشقش رو پیدا کنه و بعد از این ور و از این ور از اون ور. کار یه روز و دو روز و یک سال و دو سال و پنج سال و ده سال هم نیست. باید یک عمر دنبال این کار بره، اون وقت اندوخته بسیار زیبا و پرارزشی رو به دست میاره. بعد سرور پیمان داوودی راجع به چیگیان ها پرسیدن. پرسیدن این چیگیان ها، من درباره اونها خوندم و اصلا باور کردنی نیست به نظر من. و یه مقداری هم راجع به تاریخچه اونها نوشته. از همون جمله من شروع کنم یکی رو ریشه یابی کنیم. سرور داوودی، اون چرا که شما برای من نوشتی راجع به چیگیان‌ها تقریبا درسته، یعنی اون چی که نوشتی درسته، اما همه چیزهایی که راجع به چیگیان‌ها نیست. بنابراین میگم تقریبا درسته. چیگیان به زبان مغولی یعنی زنده خور. چندین بار من گفتم، شاید 20 بار من این رو گفتم، ولی چون باز خانم سرور داوودی پرسیدن و اصولا طبیعیه هر چقدر آدم بگه باز یک نفر ممکنه نشنیده باشه بپرسه، این است که من پاسخ این رو خیلی کوتاه میدم. این یعنی زنده خور. سه پادشاه در ایران زنده خور داشتن، یعنی چیگیان داشتن. تیمور لنگ خودش مغول بود، به همین دلیل این واژه رو با خودش آورد و این تیم شاید در سپاه چنگیز یا دیگر فرزندان چنگیز، پسران چنگیز هم بوده باشه، ولی اونا که موندنی نبودن اینجا. ولی تیمور لنگ که آمد و بخشی از تاریخ همون هم جزو یکی از پادشاهانی که در ایران فرمان راندن آورده، ایشون چیگیان ها رو با خودش آورد و زنده خور بودن. بعد از اون مرشد اعظم شیعه متعصب، کسی که ریشه سنی رو خواست در ایران بسوزونه و درخت پربار شیعه رو به جاش بکاره، شاه اسماعیل صفوی، شاه اسماعیل یکم، اونم چیگیان داشت. اون هم چیگیان داشت و اونطور که در تاریخ ها نوشتن، تقریبا در همه تاریخ ها نوشتن و سرور داوودی هم ازش یاد کرده، زمانی که پیکر بیجان شیبک خان رو آوردن به حضورش،
مرده بود، کشته شده بود در جنگ، در جنگی که با نیروی شاه اسماعیل میکرد. شاه اسماعیل شمشیرش رو کشید، جسد مرده رو با دو ضربه شمشیر به سه تکه کرد و بعد روش کرد به درویشانی که پشت سرش بودند، گفت هر کسی که من مرشدش هستم قسمتی از این جنازه رو بخوره برای تبرک. و عجیبه که این آقایان درویشان از دنیا بریده بر سر خوردن گوشت شیبک خان سنی چنان از هم دیگه سبقت میجستن که دعواشون میشد سر گرفتن یه تیکه گوشت، این از دست اون، اون از دست این، تا بخورن. و در مدتی اندک جز استخوان چیزی از او نمونده بود. خب این چیه؟ سومین پادشاهی که در ایران چیگیان داشت شاه عباسه، به قول آخوندها کبیر بود، عجب کبیری بوده، پسرشو کشته، پسر بزرگشو، دو تا پسر دیگرشو کور کرده، دو تا پسر دیگرش در رفتن، اصلا گم شدن در تاریخ. و ایشون هم زنده خور داشته، به هر کسی که خشم میگرفته میگفته این زنده، این چیگیانها بریزن سرش و بخورنش. در این باره من شاید در این چهارده پونزده سال بیش از 20 بار درباره چیگیانها سخن گفتم. سرور سینا از عراق میپرسه، نوشتند که، یعنی سرور سینا پرسید، نوشتن نظر شما درباره دستورهایی که در این روزها برای زبان پارسی در آموزشگاه های ایران داده می شود چیست؟ پرسته دستورهای تازه ای رو جمهوری اسلامی درست کرده و در آموزشگاه نظر شما چیه؟ پاسخ من اینه سرور گرامی، من از دستور زبان پارسی که به گفته شما ملاها دگرگونی های چشمگیری هم در اون دادن آگاهی ندارم تا دربارش داوری کنم. اما بدبختانه جز دو سه تن از استادان زبان پارسی که نوشته، ایشون هم به غلط با پوزش سرور سینا نوشتن اساتید، اساتید غلطه، استاد درسته، جمعش هم استادانه، برای اینکه این واژه پارسیه. بدبختانه من جز دو سه تا استاد زبان پارسی در ایران رو نمیشناسم و به انگیزه دشواری هایی که ممکنه پیوند اونها با من براشون پدید بیاره با اونها پیوندی ندارم، برای اینکه نمیخوام اذیتشون کنم. به هر روی در این مسئله رو پایان میدم، من دستور رو نخوندم نمیدونم چی. اما درباره حمزه باز براتون باید بگم سرور گرامی، در زبان پارسی بارها و بارها گفتم حمزه وجود خارجی نداره و به جای اون باید از بند واژه یه استفاده کرد، به شرط اون که اون یه به دنبال واژه های غیر ملفوظ باشه، یعنی وقتی شما نام واژه رو بر زبان میرانید اون ه رو نگید، وقتی اون ه رو نیاد از دهنتون بیرون، بنابراین به جای اون یه میذارید و اون رو اضافه میکنید بر واژه بعدی که براتون میگم. مثل اراده، شما اراده وقتی میگید ه رو نمیگید، ساده ه رو نمیگید، همه ه رو نمیگید، خانه، شکوفه، هیچ کدوم اینا ه رو نمیگید. بنابراین اونها رو باید گفت اراده آهنه، پیراهن ساده، ساده ورزشی، خانه بزرگ حسین، گوشه دنج آرام، گوشه دنج، واژه پارسی، واژه هم هیچو نمی. اما اگر این ه در پایان واژه از دهان گوینده بیاد بیرون، اون وقت دیگه نباید شما یه رو بدون مالش بنویسید، مانند فرمانده، شما میگید فرمانده، فرمانده فلانجا، فرمانده سپاه، یه نداره، فرمانده یه که نمیتونید بگید، که فرمانده سپاه، فرمانده سپاه، به سپاهان، به یک نمیشه گفت که به سپاهان، دست های، حالا دست های آلوده پرویز، آلوده میگید، هر رو میگید. بعد اگر
در وسط واژه نیاز پیدا کنید به یه، شما در وسط واژه هرگز و هرگز نمیتونید همزه بزنید، هرگز و هرگز. پاییز، شما پاییز رو اگر همزه بذارید و یه پاییز با همزه بنویسید نادرسته، چون پاییز فارسیه، در فارسی همزه نداری. پاییز. آینه، دو تا یه بعد آینه، من میدم اکثر می‌نویسن آینه، آینه اصلا هیچ معنی آینده نمیده. آینه. میگوییم، دو تا یه، میگوییم. پایین، دو تا یه داره. آمریکایی، آمریکایی با همزه غلطه. دایی، شما دیدین دایی برادر مادر، با دو تا یه باید نوشته شه. همه اینها به کار بردن همزه در اونها یکسره نادرسته و اونها رو باید با بند واژه یه نوشته. من از دوست گرامی آقای امیر درخشان خواهش میکنم در این وقت اندک شماره تلفن رو بذارد روی، بله گذاشتن، 818-342-3031 تا من چند تا لغت رو، فارسی هاش و جانشینش رو بگم. پرسیدن دلیل یعنی چی؟ دلیل فارسیش میشه فرنود یا برهان. اگر شما دیدید که براهین مینویسن غلطه، برهان فارسیه، جمع براهین غلطه. خداش بیامرزه برهان ابن یوسف رو که سر این مسئله چقدر عصبی میشد، اسمشو چیز میگفتن، براهین هم میگفتن. الو بفرمایید. درود بر استاد انقطاع گرامی. درود بر شما قربان. استاد انقطاع، با درود به شما، دو تا پرسش داشتم. بفرمایید. یکی این که راجب واژه که الان میگن سانتروفیوج یا تو ایران میگن گریز از مرکز، که همین، من یه پیشنهاد داشتم، سانتری که همون سنتر مرکزه، بله، که همون گریزه، بله، نظر من بهتر نیست بگن دستگاه آژ گریز، چون بله من هم اکنون میخواستم پاسختون همینه بدم. مرکز دایره رو میگن آژ. بله. الان ما یه آخوند جنایتکار در ایران داریم، همون که گوشه یه نفر خبرنگار رو گاد گره، اژه‌ای اسمشه، اژه و آژه هر دوش یکیه. بله، اینو باید گفت گریز از آژه، یا آژه گریز، دستگاه گریز، حالا گریز از آژه، آژه گریز به هر حال میشه گفت. بله، چون نه اصل، اجازه بدید، اصل این لغت گریز از مرکزه. گریز از مرکز رو اون انجام، اون دستگاه کار نمیکنه، اون دستگاه میگرده، اون محلولی که درشه به خاطر گریز از مرکز میاد. ما حواس سخنمون بر سر اونه، به همین دلیل میگیم گریز از آژه. اون ماشین، بله، آژه گریزه. بفرمایید. سپاسگزارم. یه پرسش دیگه داشتم، واژه آمریکا یا به فرقه یا گروه یا قبیله میگن کلان. کلان، بله. CLAN. بله میدونم کلان. دیدم هم به قبیله میگن کلان. بله. مثلا به قبیله‌های عرب مثلا. ولی معمولا به کلان. به چی؟ به گروه‌های. فکر می‌کنم استاد قطا، این واژه کلان همون کلان خودمونه، که کلانتر هم به اصطلاح میشه رئیس قبیله یا اون بزرگ اون گروه. نه اجازه بدید. اولا که همون کلان اومده. بله. و خواستم نظر شما رو جویا. الان خدمتتون میگم. اولا که معمولا کلان رو به چیز میگن، به فرقه ها و گروه های مذهبی میگن، معمولا به گروه های مذهبی میگن، به ایل و قبیله نمیگن. ولی حالا ما رو اونش حرف نداریم. کلان یعنی بزرگ. بس. کلانتر یعنی بزرگتر. منظور به گروه نیست. اینا رو میدونم، ولی کلانو در به اصطلاح نوشته های تاریخی به قبیله ها میگن، مثلا به قبایل عرب میگن کلان. خب ما اون فارسی نیست. من فکر میکنم کلان که همون بزرگه، که یه معنیش بزرگه، شاید همون
کلن هم برگرفته از کلان باشه، یعنی یک از مخالف یک فرد، یعنی یک گروه بزرگ. نه آخه من بله نظر شما یا جویا بشم، من تلویزیون گوش میدم. فرا جان شمایی؟ فرا؟ بله شما مجددن. نه خوبه اتفاقا این بررسی های شما آدم به اندیشه میندازه. چشم من از چیز گوش از خیلی ممنون، خدا نگهدار. ببینید باید آدم کاربرد واژه رو بگرده پیدا کنه. درسته اینطور که دوست ارجمند من آقای هاشمیان گفتن، درسته کلان به معنی یک چیز انبوه میشه، ولی این انبوه حتما نباید شمردنی باشه. ممکنه میگن فلان کس کلانتره، یعنی از همه مردم اونا بالاتره، به همین دلیل اون رو حرفش رو قبول دارن. اما ما میگیم فلان کس پول کلانی به دستش رسید. این پول کلان منظور از انبوه بیجانه. یعنی این واژه فقط نمیتونه روی فرد و جاندار باشه. شاید واژه سفر کرده باشه، ولی تغییر ماهیت هم داده. یعنی ضمن این که ممکنه از فارسی به انگلیسی رفته یا از تازی به فارسی اومده یا از فارسی به تازی رفته باشه، ممکنه اینطور باشه، اما ماهیتش هم عوض شده دیگه. الان فقط به جاندار گفته نمیشه، کلان رو به پولم میگن. بله سود کلانی برد. سود اصلا چیزش مشخص نیست که بیان شمارش بکنم. من وقتم هم داره تموم میشه، ولی باید پاسخ بدیم. الو بفرمایید. آقای دکتر سلام علیکم. درود بر شما آقای دکتر، بفرمایید. چند روز پیش صحبت ما رو از تلویزیون شنیدم در ارتباط با فرزند نازنینتون. خواهش میکنم. واقعا بدون هیچ شک و تردیدی معتقدم که کسی مثل بنده سخنان شما رو شنید، خودشو در قلب شما شریک دونست. یک جهان سپاس. چاره ای نیست دیگه، به هر حال ما تسلیم. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر، زمانی هم تشریف آوردید که من وقت زیادی ندارم، ولی با احترام فراوان از شما سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدارتون باشه آقای دکتر. سپاسگزارم، خدا نگهدار. الو بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. من یه سوال داشتم، آیا برای مثلا بال سنی هستش یا بال در ورزش؟ چون که من میبینم آقای وارث میگن بال من میخوام بینم آره کدومش شاییه. وای در چه موردی میگن؟ ببینیم منظورشون چیه. اگر منظورشون انگلیسی حرف زدن بای بایه، ولی اگه منظورشون بر یک نکته غم انگیزیه باید گفت وای. بله جواب منو بدید. گوشتون به تلویزیون نباش. صحبت من نشدید. در ورزش خب. والیبال؟ بله. نه اصلا اون انگلیسیه. اون اولش وست، دومش بیه. بال دوم به معنای توپه. والیبال، حالا البته ولی ما داریم به معنی دره، ولی والیبال نه. به هر حال درستش اولش ویه، دومیش بیه. والیبال. والیبال نیست، مسلماً والیبال نیست، والیبال هم نیست، هر دوش غلط. ورزش اگه من میخوام بگم آقا من دارم میرم ورزش بکنم، والیبال هستش یا بال هستش؟ هیچ کدوم. منظورتون ورزش والیبال نیست؟ بله دقیقاً گفتم براتون، اولی واو دومی به. والیبال. خیلی ممنون. خواهش میکنم. زمان من در اینجا به پایان رسید. کسانی که رو خط هستن همشون رو پاسخ خواهم داد، تا اگر زنگ زدید و دیر برداشتیم حوصله کنید. تا زمانی که زنگ میخوره پولی عجیب شما نمیره،
زمانی هم که من میگم بفرمایید که دیگه با تو صحبت میکنم. شب و روز شما خوش باشه، تا درودی دیگر بدرود و همیشه باد ایران. ایران همیشگیست، ایران همیشگیست، ایران جاویدانه. شب خوش.